Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahda ve salatu ve selamu ala mallahu nebiye ba'da. Ama ba'du ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bendegi besi kısm taksim meşevad. Yakın umma ki bendegi perverdigar, bendegi qahru galabas. Ve in beroi hamri khalqas. Allah Ta'ala fermid, هیچ چیز در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه به بندگی سوی پروردگار رحمان بیاید. در ضمن این کافران نیز داخل بشوند. دوم بندگی خرسه، این بندگی طاعت عامه است. الله تعالی فرمود و بندگان خاص رحمان کسانی هستند که با فروتنی به زمین راه می روند. این همه کسانی که الله را طبق شریعتش می پرستند فرو می گیرند. سوم خاصه خاص، این بندگی رسولان علیه السلام است و این کاملترین عبادت است. الله تعالی می فرماید پربرکت و بزرگوار است کسی که فرقان قرآن را بر بنده اش نازل کرد، چرا که یگان کس به رسولان در بندگی مسابقه نمی کند. دلیل چهارم و فرموده الله تعالی و الله را بپرستید و چیزی را بر او شریک نگردانید تا آخری آیت. چیزی در اینجا نامعین در رویش نهی آمده است. نامعین در رویش نهی آمده پس همه چیز را فرا میگیرد. نه پیامبر، نه ملائکه و نه ولی ایلو و نه ولی ایلو، بلکه امر از حضور دنیا را شریک الله مگردان، پس دنیا را شریک با الله قرار مده. دلیل پنجم و ششم فرموده الله تعالی که فرمود بگو بیایید تا آنچه الله بر شما حرام کرده آن را بر شما بخوانم و از آن اینکه هرگز به الله چیزی را شریک نوارید. ابن مسعود رضی الله عنه گفت کسی خواهد که وصیت محمد صلی الله علیه و سلم را بر آن مهرشش نظر کند پس این فرموده الله تعالی را بخواند. بگو بیایید تا آنچه که الله بر شما حرام کرده همه را بر شما بخوانم، فرموده است که هرگز به الله چیزی را شریک نآرید تا آخری آیت. صراط راه گفته می شود و الله زیرا که به سوی او می رسد و زیرا که او ذات است که این راه را برای بندگانش گذاشته است. دوم راه روی آن چیزی را که آنها با آن راه رفتند و راه نجات دهنده یک تو است، چند تو نمی شود و راه های باقی پراکنده کننده است. این آیت ها در وصیت را در بر می گیرد. آیت یکم پنج وصیت، یکم توحید الله تعالی، دوم به پدر و مادر نیکی کردن، سوم فرزندانمان را نکشیم، چهارم به فحشا نزدیک نشویم، پنجم آدم بی‌گناه را نکشیم مگر به حق. آیت دوم چهار وصیت است. یکم مال یتیم را نخوریم و یتیم کسی است که پدرش وفات کرده و به بلوغت نرسیده مگر به وجهه که نکوتر باشد. دوم هر با سخن کنیم عدل کنیم. سوم در پیمانه و میزان عدل نماییم. چهارم به عهد اول تعالی وفا کنیم. آیت سوم یک وصیت دارد و البته این راه من است. در حدیث آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک خط راست کشید پس فرمود این راه الله است. سپس از طرف راست و چپ آن خط ها کشید پس فرمود این راه هاست و در سر هر راه شیطان است که به سوی آن دعوت میکند. سپس آیت را قرائت کرد. بعضی از فایده های مهم، نفسی که الله قتلش را حرام گردانده است. یکم مسلمان، دوم ذمی، کافری که در دولت اسلامی زندگی میکند. سوم هم عهد که در بین ما و آنها عهد است. چهارم طلب امخا به کسی که امان داده ایم. ما شما و آنها را رزق میدهیم. الله به رزق والدین شروع کرد زیرا که فقر در آنها حاصل میشود و در سوره اسراء فرمود ما آنها را و شما را رزق میدهیم و رزق اولاد پیش از رزق والدین شروع کرد پس آنها باید نترسند لیکن از فقر
nafs be nafs, lüyün maddi zarlide ve beyve-i zinokol, sevgün terkilendiği dineş ercemuhal cidon şabanda. Besini beloğan residen ki be sebebi on teklif meşevar, yakın ponzdeh son kürbe şabak. Düvüm ruhiden imuyi zelinof, sevüm yonozun şüdeni obimar ve darzan hüni hayz izofe meşevar. Vesiyat ve manoyi ahdast ve ahd ve manoyi vesiyat ve meyboşak. Magerin ki dar amri mühim boşak. Beroy ki İbn-i Mas'ud raziyallahu anhu guft, in oyat vesiyeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem az. Ve hol on ki ü sallallahu aleyhi ve sellem vesiyat nekardan. Zero nezeri ü in az ki in oyat ho şomili hamri din az ve in oyat hoi büzürg az. Zero in ki vesiyeti Allah az. این چیزی است که الله به شما وصیت کرده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیت الله را رساننده است. دلیل افتون و از معاذ ابن جبل رضی الله عنه روایت است که گفت من در ردیف پیامبر صلی الله علیه و سلم در بالای خر بودم، پس برایم گفت ای معاذ، آیا میدانی حق الله بر بندگان چیست و حق بندگان بر الله چیست؟ گفتم الله و رسولش داناتر است. فرمود حق الله بر بندگان این است که او را بپرستند و به او چیزی را شریک نگیرند و حق بندگان بر الله این است که شخصی را که به او چیزی را شریک نگرفته است از او ندهد. گفتم ای رسول الله، آیا مردم را مژده ندهم؟ فرمودم مژدهشان نده، پس با آن تکیه میکنند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. آیا می دانی؟ سؤال در تشویق کردن است تا که قلبش سخت حاضر باشد و این تعلیم نیک است. و فرمود حق بندگان بر الله، یعنی بندگان بر الله زیر واجب نمی گردانند، بلکه الله بر خودش از روی فضلش اون را واجب گردانده است. و فرمود مبشر، یعنی بشارت، خبر دادن و اون چیزی که شاد میکند و گاه ها در خبری که ضرر می آورد گفته می شود. و فرمود به آنها مژده نده، یعنی به آنها خبر نده. در حدیث فضیلت توحید است و اینکه توحید مانع از عذاب الله است. و در حدیث این است که الله کسی را که به او چیزی را شریک نگیرد عذاب نمی دهد. و اینکه معصیت ها به سبب تحقیق توحیدی بخشیده شده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم از خبر دادن آنها باز داشت تا که به این مژده به عملی کردن طلبات آن تاکید نکنند. زیرا عمل کردن توحید دوری از معصیت ها را لازم میگرداند، چرا که معصیت ها از هوا و هوس سر میزند و این از نوع شرک است. در این چند مسئله است. این مسئله ها از کتاب توحید نیست، مؤلف آن را مانند شهر برای کتابش نوشته است و او بهترین کسی است که آن را شرح می‌دهد، چرا که او به مقصدش داناتر است، پس به آن اهمیت دادن شایسته می‌باشد.